سلام و درود خدمت شما عزیزان و این هم آموزش درس 35 از کتاب موژه تقدیم به نگاه‌های گرم و پر عطوفت شما عزیزان. آماده این؟ با هم ببینیم؟ توپه؟ الاغ سپختی؟ خب بچه ها درس 35 کتاب موژه رو شروع میکنیم. Alors on commence la leçon 35 du livre موژه. Chez les le grand. C'est le titre. Chez les le grand. Chez les le grand. Il est 16h. Il est 16h. Il est 16h ou 4h de l'après-midi. Les Vincent viennent de sonner à la porte dès le grand. Les Vincent viennent de sonner à la porte dès le grand. Les Vincent viennent de sonner à la porte dès le grand. 34 avenue de l'Opéra. 34 avenue de l'Opéra. La bonne ouvre la porte et conduit nos amis dans le salon. La bonne ouvre la porte et conduit nos amis dans le salon. خب تیترمون بچه ها خونه خانواده لوگران هست. میدونید که اگر شما جلوی اسم فامیل ل استفاده کنید نباید اون اسم فامیل اس بگیره و معنیش میشه لا فامی دی لوگران، یعنی خانواده لوگران. شه هم که به معنی خونه هست، خونه خانواده لو گران. شه لی لو گران. ایل 16 و 4 دو لپرمیدی. ساعت 16 یا 4 بعد از ظهر. دقیقا این فارسی هر دو حالتش رو میشه گفت. ایل 16 و 4 دو لپرمیدی. Les Vincent viennent de sonner à la porte des Le Grand, 34 avenue de l'Opéra. Les Vincent, طبق تعریفی که براتون کردم به چه معنیه؟ درسته، خانواده ونسان. خب چه زمانی رو داریم؟ ونیر دو و مستر فعل به معنی پس رسان، گذشته نزدیک. همین الان زنگ در خونه لوگران ها رو زدن. وین دو سونه الا پخت، یعنی زنگ زدن. دی لوگران، این دی ترکیب دو هست و لی لوگران که شده دی لوگران، زنگ در خونه لوگران ها رو زدن. حالا کلی سون ادرس 34 avenue de l'Opéra. 34, c'est le numéro de la plaque. 34 avenue de l'Opéra. Pas ma barrière. Adresse aval plaque au milieu. Babat Khiabunro. 34 avenue de l'Opéra. Hop. بچه ها میدونید که تفاوت اونی و روی چی هست؟ قبلا گفتم تو درسای قبلی روی خیابونه که میتونه در واقع عرض این خیابون کوچیک باشه، میتونه درختی در اطراف و دو طرف این خیابون نباشه، اما اونی خیابانهای پهنی هستند که مشجرند، یعنی دو طرف خیابون حتما باید درخت باشه. به این صورت ما میگیم اونی.
La bonne ouvre la porte et conduit nos amis dans le salon. La bonne یعنی خدمتکار، خدمتکاری که خانوم هست. Ouvrir یعنی باز کردن. Ouvre la porte در رو باز میکنه. Et conduit nos amis dans le salon و راهنمایی میکنه دوستانمون رو به داخل سالن یا اتاق پذیرایی. کندویغ اینجا به معنی راهنمایی کردنه، هرچند که بیشتر از معنی اصلی شما رانندگی کردن رو تو ذهنتون میارید، اما اینجا هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، میبره به اتاق پذیرایی. سالن یعنی سالن، همون اسمی که وارد زبان فارسی شده، و اتاق پذیرایی هم معنی میشه. مادام لوگران آریو اوسیتو avec son mari et ses deux enfants Cécile 18 ans et Jean 17 ans. مادام لوگران آریو aussitôt avec son mari et ses deux enfants, Cécile, 18 ans, et Jean, 17 ans. On fait les présentations, puis les parents s'asseyent et parlent du voyage de Paris, de Montréal. On fait les présentations, puis les parents s'asseyent et parlent du voyage de Paris, de Montréal. Leurs enfants sont très gais et rient beaucoup. Leurs enfants sont très gais et rient beaucoup. Hélène joue avec Jip, un petit chat noir. Hélène joue avec Jip, un petit chat noir. Madame Legrand arrive aussitôt avec son mari et ses deux enfants. Cécile, 18 ans, et Jean, 17 ans. خانوم لوگران میاد بلا فاصله، اوسیتو یعنی بلا فاصله، یعنی بعد از ورود مهمانها بلا فاصله میاد به همراه شوهرش. avec son mari et ses deux enfants و دوتا بچه هاشون. سسیل quel âge a-t-elle؟ چند سالشه؟ elle a 18 ans. Cécile, c'est un nom d'une fille. Fille, Cécile, quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans. Et Jean, 17 ans, quel âge a-t-il? Jean, c'est un nom d'un garçon. Quel âge a-t-il? Il a 17 ans. On fait les présentations. D'avoir معرفی ها رو انجام میدند. به هم دیگه معرفی میشن. اون در واقع آنها. فر لپرزنتاسیون یعنی معرفی ها رو انجام میدن. پی لپران ساسی پارل دو ویاج دو پاری دو مونترال. پدر و مادرها یا بزرگترها میشینند. ساسی از کدوم فعل بچه ها؟ وی دو ورب ساسوار. میدونید که ساسوار نشستن، ساسی میشینند و صحبت میکنند از پغل دو یعنی حرف زدن، از صحبت میکنند از سفر به پاریس و سفری که از مونترال داشتند. پغل دو ویاج دو پاری و دو مونترال. Leurs enfants sont très gais et rient beaucoup. بچه ها چی هن؟ خیلی خوشحالن. گه ستدیر کنتون، ستدیر خوشحال. و میدونید که صفته و مطابقت کرده با موصوف که لزانفان هست.
خیلی خوشحالند. اغی بکو از فعل غیغ یعنی خندیدن و خیلی میخندند. الن جو اوک جیپ. الن که عاشق گربه هاست و گربه شو نتونسته بیاره، با چی بازی میکنه؟ با جیپ، با گربه خانوادی لگران. کمون سپل تیل سبتیشا؟ وی ایل سپل جیپ اوک جیپ ام پتیشا نوار. Quelle est la couleur de ce petit chat? Quelle est la couleur? Oui, il est noir. Il est noir. این رنگ گربه مشکیه، سیاهه. Après une longue conversation, Madame Legrand sert le thé. Après une longue conversation, Madame Legrand sert le thé. Cécile aide sa mère. Cécile aide sa mère. Voulez-vous du lait ou du citron? Un peu d'eau? Voulez-vous du lait ou du citron? Un peu d'eau? Monsieur Legrand sourit et dit à sa fille: Non merci. Je ne prendrai pas thé. Monsieur Legrand sourit et dit à sa fille: Non merci, je ne prendrai pas thé. Comme beaucoup de Français, ils n'aiment pas le thé. Comme beaucoup de Français, ils n'aiment pas le thé. Après une longue conversation, بعد از یک مکالمه طولانی، long و long. اینجا چون در واقع conversation یک اسم مؤنثه. خب ببینید long و long از اون صفتهایی نیست که قبل از اسم بیاد، یعنی جزء اون 22 تا صفت نیست، اما یه سری صفات داریم که میتونن قبل از اسم یا بعد از اسم بیان. اینم از اونا. اگر قبل از اسم بیاد، در واقع شما توجه مخاطب رو به طولانی بودن مکالمه جلب کرد، یعنی انگار خیلی اینو حرف زدن. après une conversation longue، چون همدیگر رو ندیدن خیلی وقته و اصلا یادشون میره که پذیرایی هم باید میکردن، خیلی طولانی حرف زدن. مادام لوگران سر لو ته. از چای شروع میکنه و پذیرایی میکنه با چای. خانم لوگران. سسیل اد سامر. مامانشو کمک میکنه در پذیرایی. اد اده کلکن یعنی کمک کردن. سسیل اد سامر. مامانش رو کمک میکنه. Voulez-vous du lait ou du citron? Un peu d'eau. Voulez-vous du lait ou du citron? Un peu d'eau. شیر میخواین بریزیم توی چایتون یا لیمو؟ شادم یه کمی آب. در واقع از پدرش شروع میکنه و این جمله رو میگه. پذیرایی کردن رو. Monsieur le grand sourit et dit à sa fille، لبخندی میزنه و به دخترش میگه: نو مرسی، je ne prendrai pas thé. چایی نمیخورم. je ne prendrai pas de thé. نو مرسی، je ne prendrai pas de thé. من اصلا چای خور نیستم و چای نمیخورم. خب ببینید دو ته بوده دیگه، گفتیم که اگر اختیتیف در منفی به دو تبدیل بشه به کانتیته و مقدار صفر معنی میشه، یعنی من اصلا چای خور نیستم، من اصلا چای نمیخورم. comme beaucoup de français ils n'aiment pas le thé. اونم مثل بسیاری از فرانسوی ها چای خور نیست و چای رو دوست نداره، به جاش قهوه میخوره و آب میوه شاید. comme beaucoup de français مثل بسیاری از فرانسوی ها ils n'aiment pas le thé. چای رو دوست نداره. خب حالا شما توی کامنت ها به من بگید لطفاً
Est-ce que vous aimez le thé ou le café? Est-ce que vous prendrez du thé ou du café? شما چای خور هستین یا قهوه خور؟ Dites les en commentaire s'il vous plaît. خب بریم ببینیم آقای لوگران که مثل خیلی از فرانسوی ها چای نمیخوره پس چی میخوره؟ Je boirai un verre de porto. Je boirai un verre de porto. Je boirai un verre de porto. À 19h45, la bonne annonce, Madame est servie. À 19h45, la bonne annonce, Madame est servie. On passe dans la salle à manger et le dîner commence. On passe dans la salle à manger et le dîner commence. Voici le menu. Voici le menu. D'abord un potage, puis un poisson avec des bordeaux blancs. D'abord un potage, puis un poisson avec du bordeaux blanc. Un gigot rôti avec du bourgogne. Un gigot rôti avec du bourgogne. Des haricots verts, de la salade, des fromages variés avec du vin. Des haricots verts, de la salade, des fromages variés avec du vin d'Alsace. Un gâteau au chocolat, des fruits. Un gâteau au chocolat et des fruits. Je boirai un verre de porto. من یه لیوان شربت آب پرتقال میخورم. این پورتو در واقع مارک این شربت هست و همونطور که ما توی فارسی به مایای ظرفشویی گاهی اوقات ریکا میگیم، ریکا جزو اولین برندهایی بوده که مایه ظرفشویی تولید میکرده و الان دیگه به جای خود ماده ظرفشویی مایه ظرفشویی استفاده میشه، پختو هم همینطور. شربت پرتقال، من یه لیوان شربت پرتقال می نوشم. À 19h45 ساعت 1:08 یا 19:45 دقیقه. À 19h45 la bonne annonce. خانم خدمتکار میاد و میگه Madame servi، خانم شام آماده است. Madame est servi. On passe dans la salle à manger. میان داخل سالن غذاخوری. Et le dîner commence. و شام شروع میشه. سرو شام شروع میشه. Commence شروع شدن یا شروع کردن. Salle à manger، سالن غذاخوری یا در واقع اتاق ناهارخوری. Voici le menu. اینمون در واقع غذاهایی که سرو شده و سرو میشه. دابور ان پوتاژ، ابتدا سوپ سبزیجات. دابور ان پوتاژ، میدونید که پوتاژ در واقع سبزیجات رو به صورت له شده شما دارید، با سوپ فرق میکنه. ممکنه شما تو سوپ مثلا هویج رو یا کرفس رو به صورت قطعات ریز ببینید. مقصود و کاروت، مقصود و سلری. اما در پوتاژ همه مواد میکس شده است و شما یک مایه غلیظ میبینید که به اون میگن سوپ سبزیجات که با میکسر در واقع له شده. پیم پواسون اوک دو بوردو. بعدش هم یه ماهی سرو میشه با شراب سفید بوردو. اوک دو بوردو بلان. ان جیگوروتی، در واقع خوراک گوشت گوساله‌ای که بریون شده و سرخ شده. غوتی اوک دو بورگونی، با شراب بورگونی. دی آریکو ور، لوبیا سبز. بچه اینو نباید بگید دز آریکو، آریکو اشش اسفیغ است، پس ما قاعده لیزون رو نداریم. دی آریکو ور، لوبیا سبز، سالاد، دل سالاد. میدونید که اینا قبلشون اختی پختی تیف اومده، یعنی حرف تعریف جز از کل، مقداری
لوبیا سبز، مقداری سالاد، دفخ و مجبقیه و تعدادی مقداری پنیرهای متنوع. دفخ و مجبقیه پنیرهای متنوع میتونید که در کشور فرانسه به اندازه تعداد روزهای سال ما انواع پنیر داریم. اوک دووان دلزاس و با شراب آلزاس، انگتو شکولا، کیک شکلاتی به عنوان دسر و دفخوی و میوه. Enfin du café, des liqueurs, de bonnes cigarettes et des cigares pour Monsieur Vincent et Monsieur Legrand. Enfin du café et des liqueurs et de bonnes cigarettes et des cigares pour Monsieur Vincent et Monsieur Legrand. Badana Oyat, Rahve, vin, un mashubat et liqueur, de bonnes cigarettes. میدونید که جعبه سیگار رو میگیم این سیگارت، یعنی ان پکت دو سیگار. جعبه سیگار، جعبه سیگار خوشگل پشکل و برندهای خوب و تعدادی نخ سیگار. دو سیگار و نخ سیگار رو میگیم ان سیگار. دو سیگار پور موسیو ونسون و موسیو لگران. در نهایت هم با سیگار تموم میشه این پذیرایی خانواده لگران. خب بریم سراغ گرامر این درس و برای شما فاعل رو یا سوژه رو میخوام توضیح بدم. میدونید که معمولاً جملات فاعل دارن مگر اینکه جمله مجهول باشه، یعنی مثلا غذا خورده شد، الان ما دیگه فاعلی نداریم، یا اینکه امر باشه برو، چون ما در امر هم فاعل رو حذف میکنیم. ولی معمولا ما سوژه داریم، فاعل داریم در جملات و این سوژه اون لو ورب قرار میگیره، یعنی قبل از فعل. مثل فارسی من غذا را خوردم، من فاعله، غذا را مفعول و خوردم فعل. یعنی در واقع فاعل شما قبل از خوردن قرار گرفته. توی فرانسه هم همینه، لو سوژه اون لو ورب. ایلیا ژنرالمون ان سوژه، معمولا در جملات شما فاعل میبینید. پر اکسامپل لا بون اوور لا پورت، لا بون اوور لا پورت، خدمتکار باز میکنه در رو. با این تفاوت که شما با فارسی فاعل رو دارید، فعل رو دارید و بعد مفعول رو، لپخت یعنی مفعولمون هست در را. حالا ببینیم چجوری ما میتونیم سوژه رو در جملات پیدا کنیم. بخت خوبه لو سوژه پوز لا کستیون کی اون لو ورب، کی در رو باز میکنه، چه کسی در رو باز میکنه. جوابی که میدید سوژه است. پس برای پیدا کردن سوژه یا فاعل شما قبل از فعلتون کی میذارید، چه کسی. کی اوغ لپخت، لبون لپخت، سه لو سوژه. به این ترتیب راحت و آسون میتونید فاعل رو پیدا کنید در جملات. لو سوژه اون لو ورب. لوبژه دیرکت اپخه لو ورب، لوبژه دیرکت اپخه لو ورب، ضمیر مفعولی مستقیم بعد از فعل. لوبژه دیرکت اپخه لو ورب. ایلیا سووان ان اوبژه دیرکت، معمولا جملات اوبژه دیرکت دارند یا ضمیر مفعولی مستقیم، اسمی که بلا فاصله و بدون هیچ حرف اضافه ای بعد از فعل میاد. پر اکسامپل لابون اوور لپخت، لابون اوور لپخت، لابون سلو سوژه، اوور سلو ورب، لپخت سلوبژه دیرکت، سلوبژه دیرکت، خدمتکار باز میکند در را. پخت خوبه لوبژه دیرکت
Posez la question qui ou quoi après le sujet et le verbe. برای اینکه شما ابژه دیرکت رو پیدا کنید، سوال بپرسین با کی یا کوا بعد از فعل یا فاعل. لبون اوور کوا، خدمتکار چی رو باز میکنه؟ لپخت، در را. پس لپخت میشه لبژه دیرکت که معمولاً جنرالمون لبژه دیرکت سپلاس اپخ لو ورب، معمولاً و یا همیشه بعد از فعل قرار میگیره. ابژه دیرکت، یه بار دیگه میگم، اسمی که بی واسطه و بدون هیچ حرف اضافه ای میچسبه به فعل و بعد از فعل میاد. ما به این میگیم ابژه دیرکت. توی فارسی را داریم، خدمتکار در را باز میکند، این رایی که میاد میشه مفعول. و حالا همین رو اگر بخوایم برگردونیم به زبان فرانسه میگیم لوبژه دیرکت، ایلیا ژنرال مون لوبژه دیرکت، و معمولا اپخ لو ورب بعد از فعل قرار میگیره. برای پیدا کردنش هم یا به سوژه یا به فعل ما ضمیر پرسشی کی یا کوا رو در واقع میچسبونیم و استفاده میکنیم. خب چند نکته گرامری دیگه که مهم هم هست. L'objet direct ou complément direct est un complément qui suit le verbe sans préposition. Objet direct ou complément direct. یعنی مفعول مستقیم رو یا میگیم objet direct یا میگیم complément direct. اینا یه معنی دارن. Est un complément qui suit le verbe sans préposition. در واقع یک متممی هست برای فعل، یک اسمی هست که کامل کننده فعل بدون حرف اضافه. est un complément qui suit le verbe که به دنبال فعل می آید sans préposition، بدون حرف اضافه. نکته بعدی، on dit le haricot la hongrie. بچه اینا اششون نصبیغ است، یعنی اش ملفوظ. درست ما نمیگیم haricot، یعنی اش رو تلفظ نمی کنیم، اما یه نکته داره در اش اسبیغه. ما در هر صورت اش رو در فرانسه تلفظ نمی کنیم، اما در اشای اسبیغه ما نمیتونیم لیزون انجام بدیم، یعنی نمیتونیم الیزیون هم انجام بدیم، نمیتونیم بگیم لاریکو الاپاستروف بذاریم یا اونجا بگیم لونگری. چرا؟ به دلیل اینکه این دوتا اششون اسبیغه یا ملفوظه. لاریکو لونگری. نکته بعدی در مورد دومی هست. دومی به معنی نیمه، نصفه. یه نکته داریم. اگر بعد از اسم قرار بگیره، از لحاظ مذکر و مؤنث بودن با موصوف خودش مطابقت میکنه، اما از لحاظ در واقع مفرد و جمع بودن نه. ببینید، میخوایم بگیم 11.5 اونزور ادمی. الان ادمی اون اوی که گرفته به خاطر اینکه با اوغ به صورت مؤنث باید مطابقت کنه، اما ما برای دومی اس نذاشتیم چون گفتیم فقط از لحاظ مذکر و مؤنث بودن مطابقت میکنه. دیگه کاری به این نداریم که ما اونز اومده و اونز جمعه، فقط مذکر و مؤنث بودن. اما اگر قبل از اسم بیاد، یعنی بخوایم بگیم نیم ساعت، دیگه هیچ مطابقتی نداریم. ببینید، این دومی اغ، این دومی اغ. این نکته برای دیکته شما بسیار حائز اهمیت، پس دقت کنید. اون زوغ دمی م این دومی اغ. اینجا هیچ مطابقتی نداریم چون دومی کلن قبل از اغ اومده، یعنی قبل از اسم اومده. اگر قبل از اسم بیاد ما هیچ مطابقتی نداریم، اما اگر بعد از اسم بیاد فقط از لحاظ مؤنث و مذکر بودن مطابقت میکنه، از لحاظ جمع و مفرد بودن هم مطابقت نمیکنه. کس کومه دون سالاد تو سالاد چی میریزیم؟ بچه ها اینو کامنت کنید، یه سالادی رو در نظر بگیرید که شما خیلی استفاده میکنید و ببینید توش چی میریزید. Dans la salade, on met des concombres,
des tomates, des oignons, du sel et du poivre. Dans la salade, on met des concombres, des tomates, des oignons, du sel et du poivre. خیار، گوجه، پیاز، نمک و فلفل می‌ریزم. On met aussi de l'huile d'olive et du jus de citron. On met aussi de l'huile d'olive et du jus de citron. روغن زیتون و آب لیمو ترش هم می‌ریزم. حالا شما به من بگید این چه نوع سالادیه؟ و آیا شما دوست دارین این سالاد رو؟ و اگر نه چه سالادی درست میکنید و توش چی میریزین؟ به فرانسوی اگر امکان داره برای من کامنت کنید. Quel salade tu préfères? Et qu'est-ce que tu mets dans la salade préférée? Dites-le en commentaire s'il vous plaît. خب دوستان، ریر یعنی خندیدن. خندیدنی که صدا داشته باشه، چون سوغیر یعنی لبخند زدن. سوغیر یعنی لبخند زدن، خنده بدون صدا. اما غیر یعنی خندیدن، متضادش میشه پلوغه. پلوغه یعنی گریه کردن. پلوغه گریه کردن. فعل گروه اول هست پلوغه، صرفش پس ساده است. اما غیر و سوغیر عین هم صرف میشن که براتون اینجا صرفش رو آوردم. اما گه یعنی خوشحال. گه یعنی کنتان، خوشحال، و متضادش تریست، ناراحت، غمگین. خب غیغ سکنجوگ کم سوغیغ، یعنی شما یه سو قبل از صرف بذارین، همون صرف فعل غیغ هست. گروه سومه جو غی، جو غی، من میخندم. تو غی، تو غی. ایل، ال، غی. ایل، ال، غی. اون آقا و اون خانوم میخنده. نوغیون، نوغیون، ووغیه، ووغیه. ایل، ال، غی. ایل، ال، غی. صرف سه کنجوگزون دو ور غیغ. غیغ سه کنجوگ کم سوغیغ. این سوغیغ صرف میشه و این صرف رو باید بلد باشید. خب دوستان عزیزم چطور بود؟ این هم آموزش مفصل و کامل درس 35 از کتاب موژه. لطفاً اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتماً با لایک و کامنت به من اعلام بفرمایین. لطفاً در مورد کانال به دوستان خودتون اطلاع رسانی کنید و لایک و کامنت هم که مثل همیشه فراموش نشه. Au revoir mes chers amis. À plus.